در آخرین مورد در قسمت وفات فردین امینی، جوان بسیار با استعداد و خبرنگار بسیار خوب افغانستان، شما مسائل ابتدایی را و دریافتهای ابتدایی که هست شما حتما شنیدین. دریافتهای وجود داره، اما پیش از اینکه ما قضاوت قطعی در این مورد بکنیم، مسئله زیر پیگرد جدی قرار داره و در هر دو صورت اگر خدای نخواسته قتل هم بوده جزئیات شریک خواهد شد و اگر قضیه ابعاد دیگه هم خواهد داشت با مشوره به خانوادهش، با مشوره به دوستایش و با مشوره به نهادهای رسانه‌ای جزئیات حضور با مردم افغانستان شریک خواهد کردیم. یمای سیاوش جوان بسیار خوب، خبرنگار، یکی از بهترین خبرنگارای امی عصر در افغانستان، در زمانی که مورد حمله قرار گرفت کارمند بانک مرکزی افغانستان بود. او مسئله نه تنها از بعد از اینکه یمای سیاوش یک زمانی خبرنگار مطرح از این مملکت بود بر ما مهم است، بر دولت او به عنوان ترور سیتن از کارمندان دولت هم بسیار مهم است که باید ردیابی شود. آخرین معلومات من این است که پیشرفت‌های زیادی در اون ناحیه شده، اما خواهش نهادهای امنیتی ما این بود که تا زمانی که اونمو پیشرفت‌ها نهایی نمیشه جزئیاتش میتونه که تحقیق صدمه برسانه. با او دلیل هم انشالله به زودی نهادهای کشفی و استخباراتی و امنیتی ما چیزهایی برای گفتن خواهند داشت. در کل خانواده مطبوعات و رسانه های افغانستان مثل هر قشر دیگه در این جامعه هدف هستند برای دشمن. دشمن یک هدف داره، او ای است که هر ارزشی را که ما و شما مشترکاً در 19 سال گذشته پرورانیدیم، هر ارزشی را که ما را یک جامعه باز، یک جامعه کثرت‌گرا، یک جامعه دارای یک صدای رسا می‌سازه، او را مورد حمله قرار می‌دهند. چی او کارمند حکومت باشه، چی او سرباز باشه، چی او خبرنگار باشه، چی او معسل باشه، چی او استاد باشه، چی او عالم باشه، چی او عالم دین باشه، دانشمند باشه، ما در مجموع متاسفانه زیر حمله هستیم و مقاومت ما، همگرایی ما، یک دست بودن ما، هم صدا بودن ما، هم نوا بودن ما در مقابل از این دشمن مشترک انشالله ما را کمک خواهد کرد تا از این روزهای دشوار به خیر بگذاریم. در پهلوی صدها جوان در این مملکت که در سنگرهای داغ دفاع از وطن جانهای خود را از دست دادند، سربازهای از این مملکت، سربازهای اردو، سربازهای پلیس، از امنیت ملی، تلفات ملکی داشتیم، معسل ما در پانتون کابل متاسفانه جان خود را از دست داد، به شهادت رسید در یک عملی وحشیانه، معسلین ما، شاگردای ما در کورس کوثر دانش متاسفانه مورد حمله قرار گرفتن و جانهای خود را از دست دادن، شهید شدن. و می ترتیب قصه رنج و درد و الم خانواده از این مملکت متاسفانه همچنان ادامه داره. در یک ماه گذشته شاهد از دست دادن یک تعداد از خبرنگارای جوان از این کشور بودیم. خبر شهادت یک تعداد خبرنگارای جوان از این کشور که به خاطر آزادی بیان، به خاطر دفاع از ارزش آزادی بیان در افغانستان متاسفانه به شهادت رسیدن. در این مورد انتقادهای بالای حکومت وجود داره، مبنی بر عدم رسیدگی با قضایای مربوط به خبرنگارا. اول اینه باید بگویم که خبرنگارا، دولت و خبرنگار، ما همه در یک صف هستیم. از تمام کسایی که اینجا امروز حضور دارن، مثالش من خودم که از عین خانواده، یکی ما کارمند دولت هستیم،
یکی ما خبرنگار هستیم، یکی ما معلم هستیم، یکی ما کاروبار آزاد داریم. ما اعضای جدایی ناپذیر امی جامعه هستیم. پیوند خانوادگی داریم، پیوند دوستی داریم، پیوند ارزشی داریم با هم. یعنی دولت و خبرنگار یا جامعه رسانه‌ای دو پیکر از هم جدا نیستند. اینا اجزای یک پیکر هستند. پس در درد و در غم خانواده از خبرنگارا و جامعه رسانه‌ای افغانستان شریک هستیم. خوشبختانه که قاتل خبرنگار بسیار خوب افغانستان شهید الیاس دایی دستگیر شد، اعترافات خود را کرد، مربوط به گروه طالبان بود، اعترافاتش نشر هم شد و مورد پیگرد قانونی قرار دارد. قاتل ملاله میوند که بر دولت افغانستان گرفتاری از او بسیار مهم بود، مهم به دلیل ازی که در پهلوی ازی که ملاله میوند یک خبرنگار بود، یک زن بود، یک زن با شهامت، یک زن شجاع که در بدترین شرایط کاری امی شهامت کرده بود که صدای رسای زنهای افغانستان باشه. قاتلش در عین روز گرفتار شد. ده ملاله میوند قاتلان بلکه گرفتار سول، اعترافات یې وکړل، داعش مسئولیت واخیسته او انشالله جدی قانونی برخورد به ورسره کی. در دو مورد دیگه کیه که وفات رئیس اسبق تلویزیون خورشید جناب رفیع صدیقی فقید بود، مسئله انتقادات سر حکومت شد که این قتل مرموز است. وزارت داخلی افغانستان، امنیت ملی افغانستان تمام اسناد و شواهدی را که چیگونگی وفات رفیع صدیقی را نشان میداد با نهادهای مسئول رسانه ها و با نهادهای دفاع از خبرنگاران شریک ساخت. تصمیم جمعی حکومت و نهادهای مدافع حقوق ژورنالیستان ای بود که به خاطر شخصی بودن نوعیت وفات جناب صدیقی صاحب، به خاطر حرمت به خانواده و به دوستان جناب صدیقی صاحب، مسئله وفات جناب صدیقی صاحب در محضر عامه مطرح نشه. مسئله شخصی است و در همو حد باید بانه. این یک توافق مشترک ما و از نهادهای رسانه‌ای بود در اون مورد.